این ویدیو میخوام یه پاستای خیلی متفاوت رو بهتون آموزش بدم که برخلاف اون پاستایی که یا ماکارونیایی که خودمون درست میکنیم با گوشت هستش یا مرغ هستش، این با سوسیس درست میشه. خیلی هم خوشمزه است، خیلی هم راحت درست کردنش. موادی که احتیاج داریم: یه حبه سیر هستش، پیاز هستش، سوسیس. هر سوسیسی که دوست داشتی میتونیم بریزیم. از چوریزو استفاده کردم، فلفل دلمه یا فلفل دلمه قرمز، هر کدومش رو که دوست داریم میتونیم استفاده بکنیم. پیاز هستش، خامه استفاده میکنیم، قارچ و برگ ریحون سبز. اینا برای موادش هستش که ما میخوایم استفاده بکنیم. و خودش هم که از همینا شکل داره، پیچ پیچی هم از اینا میخوام استفاده کنم. پنیر هم حالا میتونیم بریزیم، از پنیر پارمسان میخوام استفاده بکنم یا پارمیجانو. و اول سوسش رو درست میکنیم، بعد میریم سراغ خود پاستا. خیلی درست کردنش راحت، تو دو مرحله انجام میشه. خب این یه جور سوسیس اسپانیایی هستش به اسم چوریزو. و اینو واسه اونایی که نمیدونم میگم که اگه میخواین سوسیس استفاده کنین، نوعش خیلی بهتره که خیلی خوشمزه هم هستش و خیلی چربه. و وقتی که اینو استفاده میکنین حتما سعی کنین که با هواپز یا توی فر باشه، توی روغن اگه سرخش بکنین خیلی روغن پس میره و خیلی چرب میشه. من این مدلی که استفاده میکنم سیردار و دودی هستش و به نظر من این از همش خوشمزه تره. بعضی مدل های دیگه هم داره، ادویه دار هستش و تندش هم هستش. هر مدلش رو که دوست داری میتونین استفاده بکنین. من این رو میخوام خوردش کنم و توی هواپز روی کاغذ روغنی بچینم و کمی تفتشون بدم و بعد بذاریمشون کنار که بعد به پاستامون اضافه میکنیم، در واقع به سوسمون که بعد پاستا بهش اضافه میشه. سایزش هم هر اندازه که دوست داری میتونین برش بزنین. این وقتی که سرخ میشه، یعنی که حرارت بهش میبینه، یه روغن قرمز رنگ ازش در میاد، بیشتر به خاطر همون پاپریکایی که توش اضافه کردم. به نظر من این خیلی خوشمزه تر از سوسیس های دیگه است، مثلا برای پیتزا عالی میشه. داخلش هم به این شکله، چربیش چجوریه که فقط من خوردش کردم دستم تمام چرب شد. با به این شکل من اینا رو میچینم. کفشم که کاغذ روغنی گذاشتم و اینا رو یه دور حرارت میدیم که هم سرخ بشه، همین که روغن اضافهش هم در بیاد از این لایه آبکش بره بیرون، یه ذره مثلا سالم تر بشه. خب میرون و برمیگردیم. فاصله که سوسیس همون آماده میشه، این بقیه موادمون رو خورد میکنیم. من فلفل ها رو خورد میکنم، بعد قارچ ها رو خورد میکنم. هر چیز دیگه هم دوستانی میتونم بهش اضافه بکنم، ذرت مثلا بزنیم، چون هر چی که فکر میکنم خوشمزش میکنه بهش اضافه بکنم. میتونیم وسط هم نصف بکنیم، یه ذره کوچیک‌تر بشه. میریم سر وقت قارچ. نمیدونم، فکر کنم همتون میدونین که قارچ رو معمولا نمیشورم و اگه خیلی بخواین عزت احترام روش بذارین، یه دستمال کاغذی باید بردارین روش رو پاک بکنین، چون اگه قارچ رو به محض اینکه آب بهش بزنین تمام آب و این اسفنج جمع میکنه به خودش. یعنی که بعضی هستن که پوستش رو میکنن به این شکل. این کار هم میتونیم بکنیم اگه به دلتون نمیچسبه، میتونین این کار بکنه، ولی معمولا این کار رو انجام نمیدین. آب نمیزنه اصلا بهش، چون آب بزنین آب جذب میکنه و وقتی که دارین سرخش میدین و تفتش میدین تمام آب رو پس میده بیرون. و دقت کرده باشین اونا که قارچ میشونن یه عالمه آب میده تو ظرفشون یا قابلمه شون. این کار رو میتونین انجام بدین. ببینین پنج دقیقه نشد چه روغنی پس داده. بکنم کافیش باشه و میده سرخ شد. میبذاریمش کنار و میبین سراغ باقی مواد. خب پیازمونم
خلالی کردم، خودش کردم و در شروع اون رو شروع کنیم تفت دادم. پارچه همونم خود کردم آمده است. این فصلی میمون زیتون رو بگیم، زیتون زیتون ها رو بگ بگ میکنیم و میشه بگنش میداریم باشه میکنیم. پیاز همون که کمی تلایی شد کره رو بهش اضافه میکنیم و باقی سبزیجات رو توش تفت میکنیم. این تمام آمده خیلی خیلی بهش میده. میتونیم اگه بخواییم خیلی سالمش بکنیم اما سبزیجات و این مواد رو راستش بکنیم که فر باشه یا بگه هواپزتون باشه نده. این کارم شما میتونیم انجام بکنیم. خب الان نوبت اضافه کردن فلفل آمده. ماکارونی پاستا رو با گوشت چرخ کرده درست کردیم و سویا رو بیارم این مدلی درست کنم. یه حبه هم سیر داشتیم، این هم خوردش میکنیم یا رندش میتونیم بکنیم داخل همین مزه خیلی خوبی داشت میکنیم. حالا موله اضافه کردن دارچه همونه. دارچه که اضافه کردیم دما رو میبریم بالا، چون اگه دماش کم باشه آب میمیزه، میکنم این رو تفتش بکنم. زیاد هم نمیخوام این رو سرفش بکنیم و لح بکنیم. خب این همه باش که دو سه دقیقه شاید کچیک شد. حالا نگاه اضافه کردن خامه هستش. سس هم دیگه همینه داره تکمیل میشه. ادویه هاش هم میتونین اضافه کنین، فلفل سیاه میتونین اضافه کنین، اوریگانو اضافه کنین، پاپریکای دودی اضافه کنین، این پاپریکای معمولی، هر چی که سلیقه‌تون هستش. یعنی شله یه ذره این باید بجوشه تا این یه ذره غلیظ بشه. پاپریکای دودی وقتی که به این شکل تقریبا در اومد این میذارمش فعلا کنار. بعد میریم سر وقت درست کردن پاستا.
بعد که آماده شو برمیگردیم و بهتون نشون میدم که چی کار باید انجام بدیم. خب پاستامون هم داره آماده میشه، اینکه پخت آبکشش میکنیم و سس رو بهش اضافه میکنیم. پاستایمون رو پخته شد و آبکشش کردم، حالا موقع اضافه کردن این سسمون هست. این یه ذره باید آبکی باشه که وقتی اضافه میکنیم قشنگ بره تو خورد پاستاهاتون. پاستاها قشنگ اینا رو میکشه، این سس رو به خودش میخوام آره. خیلی هم شلش نکنه ولی یه ذره باید آبکی باشه. خب حالا سوسیسایی که داشتیم هم بهش اضافه میکنیم تو مرحله. داشتیم که اون مرحله اضافه میشه. یه من زیر گازم میبندم. این با این حرارتی که الان میبینه اینا همشون جمع میشه و عطر و طعمشون میده به پاسته. خیلی خوشمزه میشه. میتونین از اسفناج هم استفاده بکنیم. این ریحون عطر و طعم خیلی خوبی میده. به همین راحتی تو کمتر از 20 دقیقه یه پاسته خیلی خوشمزه درست کرد. یعنی این بافت خامه ایش تمام پاسته ها رو گرفته. این پنیر هم که داشتیم میتونیم حالا هم به سس اضافه بکنیم، همین که روی هم اینا یه ذره بپاشیم. هم از پنیرشه. خوشگل شد هم که خیلی خوشمزه است. این ریحونامون هم همه جمع شد. بعد چه شد ولی قشنگ آزاد کرد. این هم از پاستای ما تمام. این هم حیف هم اومد بهتون نشون ندم. ببینید سوسیس هایی که من درست کردم کفش کاغذ روغنی گذاشته بودم و فقط ببینید که چه حجمی از چربی روغن رو به خودش گرفته. البته بعد از سرد شدن و ماسیدن برای بود اگه سرخش میکردیم همه این چربی ها رو میفرستیم توی شکمتون. ببینید فقط چه حجمی رو جذب کرده به خودش. سوسیس رو هیچ وقت سرخش نکنید، همیشه سعیش بکنید که گریل کنید یا اینکه کبابش بکنید.